سلام خوش اومدید به این جلسه از کلاس درس که در اون میخوایم ببینیم که آیا از این همه اطلاعاتی که تا حالا راجع به حرکت کسب کردیم میتونیم برای تحلیل مسیر حرکت دوران دانشجوی من از خونه به دانشگاه استفاده بکنیم یا نه مسیری که من همیشه طی میکردم که برم به دانشگاه اول میرفتم در ایستگاه مترو شهید بهشتی سوار مترو میشدم این نقشه هم بخشی از مترو تهران هست و بعد در ایستگاه امام خمینی یعنی در این نقطه من تغییر مسیر میدادم یعنی خطم رو عوض میکردم سوار خط دو میشدم و بعد در ایستگاه دانشگاه شریف پیاده میشدم خب چیزی که من مطمئنم توجه شما رو به همین سرعت تونسته جذب بکنه این هست که این حرکت یک تفاوت خیلی بزرگ با حرکت که ما تا الان تحلیل کردیم داره و اونم اینه که در یک بعد انجام نمیشه یعنی نه تنها محلفه X من یا محلفه Y من داره تغییر میکنه که هر دو دارن همزمان تغییر میکنن در طول این مسیری که من طی میکنم و در نتیجه ما خب نمیتونیم با اطلاعاتی که تا الان کسب کردیم این رو تحلیل بکنیم از این ویدیو میخوایم شروع کنیم با هم صحبت کردن راجع به حرکت در دو بد رو و مهمترین ابزار یا شاید بتونم بگم زیربنایی ترین ابزاری که برای تحلیل حرکت در دو بد وجود داره دونستن مختصات دکارتی در دو بد و ویژگی های اون هست که خیلی ساده است و البته به راحتی حرکت یک بعدی رو اون وقت میتونید شما به کمک مختصات دکارتی به یک حرکت دو بعدی تعمین بدید پس بریم ما هم شروع کنیم و خیلی سریع مرور بکنیم مختصات دکارتی رو همون جوری که یادتون هست و از قبل میدونید مختصات دکارتی در دو بعد دارای دو محور مختصات هست X و Y یا حالا هر اسمی که شما دوست دارید روش بذارید X و Y اسمی هست که به صورت عمومی همه روش میذارن وقتی که من یک چنین مختصاتی دارم در این صورت هر نقطه روی صفحه با دو اطلاعات مشخص میشه یعنی اگر من دو عدد به شما بدم شما میتونید هر نقطه ای رو در صفحه مشخص بکنید مثلا این نقطه رو روی این صفحه در نظر بگیرید این نقطه روی این صفحه دو اطلاعات من ازش لازم دارم یکی اینکه بدونم مختصات xش چی هست و یکی اینکه دیگه بدونم مختصات وایش هست و اگر من بدونم که x این نقطه هست مثلا x1 و y این نقطه هست مثلا y1 در این صورت زوج x1 و y1 تمام اطلاعات لازم برای پیدا کردن این نقطه روی این صفحه رو به من خواهد داد این به این معنیه که هیچ نقطه دیگه در این صفحه وجود نداره که مختصات x و وایش x1 و Y1 باشه و هر نقطه دیگه روی این صفحه حداقل یکی از این دو مؤلفه‌اش با این نقطه متفاوت هست. بنابراین اولین نقطه‌ای که ما باید راجع مختصات دکارتی بدونیم اینه که دونستن x و وای یک نقطه مؤلفه x و مؤلفه y یک نقطه اطلاعات کامل اون نقطه رو به ما میده. دومین نقطه‌ای که ما باید در مورد مختصات دکارتی بدونیم پدیده‌ای هست به نام بردار مکان. پس من می‌نویسم اینجا بردار مکان که بردار مکان هم به طور یکتا و دقیق به من اطلاعات کاملی که من برای مشخص کردن یک نقطه روی صفحه دارم رو نشون میده و برداری هست که از مبدع مختصات به اون نقطه در صفحه رسم میشه یعنی اگر من به شما بردار مکان یک نقطه رو بدم و دقیق بگم که بردار مکانش مثلا طولش هست x یا طولش هست یک عددی و زاویه‌ای که با محور x هم هست یک عدد دیگه ای شما به طور دقیق میتونید این نقطه رو روی صفحه مشخص بکنید خب و برای اینکه شما ببینید این یک و دو دقیقا دارن به یک نکته اشاره میکنن این دوتایی که من اول گفتم لازمه که بریم و با هم یک محاسبه خیلی ساده انجام بدیم و اونم اینه که من میدونم که این بردار مکانی که من تش... اینجا کشیدم حاصل جمع دو بردار هست یکی این برداری که الان اینجا کشیدم یعنی رو روی محور X ها من اسمش رو میذارم مثلا R X1 پس این شد بردار R X1 یک. و یکی دیگه این برداری که من اینجا روی محور Y ها کشیدم و اسمش رو میذارم R Y1 خب فقط اسم گذاریه دیگه R X1 ایک و R Y1 از چیزی که ما از بردار ها میدونیم میدونیم که بردار R مساوی میشه با بردار آر ایکس 1 علاوه بردار آر وای 1 خب پس من اگر این دو بردار رو جمع بکنم به این نتیجه بردار آر رو به دست میانم اما همون جوری که در حرکت در یک بعد دیدیم من میتونم آر x 1 هم رو به این شکل بنویسم که این مساوی هست با ایکس یک بردار یکه یک محور ایکس ها پس آی بردار یکه یک محور ها هست و در نتیجه آر x که من این برداری که اینجا مشخص کردم میشه X1 یعنی طول بردار ضرب در بردار یکه محور X ها یعنی من دقیقا به اندازه عدد X1 روی محور X ها و در راستای آی حرکت کردم به همین ترتیب آر Y1 مساوی میشه با Y1 J در این J هم بردار یک محور وای ها هست و این به این معنیه که من به اندازه این عدد وای یک اگر روی محور آی ها روی محور جی ها حرکت بکنم و بیام جلو و یک بردار رسم کنم اون بردار میشه آر وای یک و از این من نتیجه میگیرم که این بردار مکانی که من مشخص کردم مساوی میشه با X1 بردار یک محور ایکس ها به علاوه وای یک بردار یکه محور وای ها من دور این خط میکشم چون چیزیه که ما با تلاش زیادی الان به دست آوردیم و بنابراین همون جوری که میبینید من اگر بردار مکان رو داشته باشم به طور دقیق میتونم x1 و 1 رو حساب بکنم چون هر برداری با دو مؤلفه‌اش مشخص میشه بنابراین من میتونم اندازه مؤلفه x و y رو حساب بکنم و ببینم که در... یعنی در حقیقت x1 و y برابر همون اندازه‌هان و اگر x یک و y1 رو داشته باشم میتونم بردار مکان رو به این شکل بسازم در نتیجه یک و دو دو روی یک سکن و هیچ تفاوتی با هم دیگه ندارن حالا میتونیم مثلا با همدیگه یک مثال حل بکنیم مثلا فرض کنید به شما اطلاعات یک نقطه در روی صفحه داده شده که ایکسش هست مثلا منفی سه و مثلا وایش هست ده و از شما خواسته شده که بردار مکان این نقطه رو تشکیل بدید خب شما به راحتی میتونید بیایید اولا این نقطه رو روی صفحه مشخص بکنید و بگید که تقاطع 3 و 10 میشه یک همچین نقطه ای و بعد بگید که بردار مکان این نقطه که میشه برداری که از مبدع مختصات من به این نقطه رسم میکنم طبق چیزی که اینجا به دست آوردم یعنی این برداری که من الان اینجا دارم اسمش رو میذارم مثلا آره دوباره میذارم مثلا مثلا آره بزرگ این بردار آر بزرگ من طبق چیزی که اینجا به دست آوردم مساوی هست با x1 یعنی منفی 3 i hat به علاوه 10 j hat البته این حتی که من میگم رو در کتاب درسی استفاده نکرده ولی در فیزیک خیلی رسم هست که به این بردار ها میگن i hat و j hat بنابراین بردار مکان این نقطه‌ای که من مشخص کردم یعنی منفی 3 و ده میشه منفی 3 بردار یکی محور ایکس ها یعنی شما در راستای محور ایکس ها منفی 3 تا پیش بری یعنی در حقیقت برعکس محور ایکس ها حرکت کنی منفی 3 تا و علاوه 10 تا در راستای مثبت محور وای ها حرکت بکنی و این دوتا رو با هم جمع بکنی این دو بردار رو این بردار و این بردار رو بردار مکان این نقطه ای که من الان به عنوان مثال تعیین کردم به دست میاد حالا میتونیم بریم روی این شکلی که اینجا من دارم و اینجا هم یک همچین تحلیل های دکارتی صورت بدیم من اول از همه برای تحلیل هم لازم دارم محور های مختصاتم رو مشخص بکنم و برای این کار میام فرض میکنم که تهران یعنی این نقطه مبدع من هست و در نتیجه این میشه محور وای های من و این میشه محور ایکس های من خب پس من همیشه در هر مسئله مبدع مختصاتم رو به دلخواه میتونم تحلیل تعیین بکنم و بعدش میتونم هر نقطه ای رو به نسبت اون مبدا بردار مکان یا مختصات دکارتیش رو به دست بیارم مثلا این ایستگاه متروی شهید بهشتی مختصات دکارتیش رو من به راحتی میتونم بگم که خب ایکسش هست این نقطه اسمش رو میذارم ایکس یک و وایش هست این نقطه اسمش رو میذارم وای یک و از این به بعد x یک و وای یک طبق این محورهای مختصاتی که من مشخص کردم همواره به ایستگاه مترو شهید بهشتی اشاره میکنن توی مسئله من و هیچ نقطه دیگه ای وجود نداره که مختصاتش x1 و y1 باشه روی این صفحه و به همین ترتیب من میتونم بردار مکانی ایستگاه شهید بهشتی رو هم به دست بیارم و بگم که این بردار یعنی برداری که مبدع من رو وصل میکنه به ایستگاه شهید بهشتی هست بردار مکان ایستگاه شهید بهشتی که طبق همین تحلیل که الان با هم داشتیم بردار مکان ایستگاه شهید بهشتی مساوی میشه با x1 بردار یک محور x ها به علاوه y1 بردار یک محور Y ها یعنی من دق... به طور دقیق میتونم چه با دونستن این مختصات چه با داشتن بردار مکان برد... مشخصات و در حقیقت اطلاعات کامل اون مکانی که جسمم الان در اون قرار داره رو مشخص بکنم خب این جعبه ابزار اصلی بود که ما برای تحلیل حرکت در دو بود لازم داریم و من در ویدیو بعد ادامه میدم با معرفی معادله حرکت در دو بود و تعمیم در حقیقت معادله حرکت یک بعدی به دو بود و ویژگی های دیگه حرکت دو بعدی فعلا خدافز